4 نکته در مورد جوجه کشی صنعتی بلدرچین که اگر اون نکات رو رعایت کنید قطعا جوجه کشیتون بازده بیشتری داره و از با استفاده از این نکته ها ضرر کردن خودتون رو کاهش بدید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و کل این 4 نکته رو تا آخر گوش کنید، چون خیلی خیلی مهمه و خیلی خیلی توی جوجه کشی به درد شما میخوره و توی ضرر نکردن شما به شما کمک میکنه. اولین نکته اینه که شما زمانی که میخواید تخم‌ها رو توی شونه های مخصوص جوجه کشی بچینید و چیدمان کنید، باید تخم‌ها رو از طرف نوک تیزش بذارید توی شانه، به این دلیل که سر پهنی که داره کیسه هوای تخم هست که جوجه کمک میکنه که بتونه تنفس کنه و نفس بکشه. پس حتما این نکته رو رعایت کنید، چون نکته خیلی خیلی مهمیه. نکته دوم اینه که شما باید تخم‌ها رو به صورت 8 ساعت بچرخونید، حالا چه اتوماتیک چه دستی فرقی نمیکنه. اما دلیل این اتفاق چیه؟ دلیلش اینه که وقتی شما تخم‌ها رو نچرخونید باعث میشه که اون جوجه و اون نطفه به دیوارای تخم بچسبه و نتونه که موقع به دنیا اومدن به دیواره چسبیده باشه و نمیتونه به دنیا بیاد و باعث کشته شدن اون جوجه میشه. لطفاً قبل از اینکه برید ادامه ویدیو رو ببینید، 1 دقیقه وقت بذارید و کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدید تا زمانی که من ویدیوهای جدیدی براتون منتشر کردم یوتیوب از طریق نوتیفیکیشن شما رو باخبر بکنه. سومین نکته هم اینه که شما باید اندازه تخمایی که توی شانه میشینید 1 دست باشه و تخمای ریز رو جدا کنید، چون وقتی که شما تخمای ریز رو میذارید یا جوجه نمیشن یا اگر جوجه شدن فلج هستن یا اگر که فلج نبودن یا میمیرن. در هر صورت که جوجه های کوچیکی هستن و بیبنیه‌ای هستن و ضعیف هستن، به همین دلیل شما سعی کنید اگر جا دارید که هیچی، اگر جا ندارید سعی کنید که اونا رو بذارید کنار و تخمهایی که استانداردتر هستن رو بذارید توی دستگاه و اگر جای اضافه اومد اون تخمها رو بچینید. ولی در صورتی که جا نداشته باشید سعی کنید بیشتر تخمهای استاندارد و یک اندازه و مناسب رو بذارید تا راندمان بهتری رو داشته باشن و راندمان جوجه شدن بهتری داشته باشن. نکته چهارمی که میخوام بهتون بگم، قبل از اینکه شما تخم رو توی دستگاه بذارید اونا رو ضدعفونی کنید و بعدش توی دستگاه بذارید و اون دوره ستر و هچر رو بگذرونن. اگر به پرورش دادن بلدرچین در خانه و سالن علاقه‌مند هستید، حتما این چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم روی آل قرار بدید، چون این ویدیو که من براتون آپلود میکنم خیلی خیلی به دردتون میخوره و توی پرورش دادن بلدرچین هاتون به شما کمک میکنه. ما همیشه یه ویدیو معرفی میکنیم که برید ببینید، اما توی این ویدیو میخوام 2 تا ویدیو بهتون معرفی کنم که هر دوتاشون مرتبط بودن با دوره جوجه کشی. من گفتم این توی این ویدیو استثنا 2 تا ویدیو معرفی کنم که یکیش محله ستر هست و یکی دیگه هم محله هچر هست که میتونید برید این ویدیو رو ببینید، چون خیلی خیلی به دردتون میخوره. پرسود و پردرآمد باشید و تا ویدیوهای بعدیمون خدا نگهدار.